بسم الله الرحمن الرحیم. پرشور شده دشتت آواز قناری ها، شد نصرت حق نزدیک. Thank you.
متعال شما جوانان عزیز نهالهای برومند را مشمول دعای حضرت مهدی سلام الله علیه و عجل الله فرجه قرار بدهد. سرود و شعر زیبا، آهنگ زیبا و پرمغز و پرمضمون و متناسب با اون چیزی بود که امروز جوان مسلمان با عزم و اراده ایرانی باید در دل خود، در جان خود داشته باشه. انشاءالله موفق باشید. اولا تبریک عرض کنیم عید سعید قدیر را، ولادت حضرت هادی سلام الله علیه را و روز 13 آبان را که مظهر چهره مصمم ملت ایران برای رسیدن به هدفها و ایستادگی در مقابل دشمنانه. قدیر حادثه مهمی است، یک حادثه اصولی است، ناظر به توجه اسلام به مهمترین رکن تشکیل نظام اسلامی و جامعه اسلامی است، یعنی مسئله امامت و مسئله ولایت و زنده نگه داشتن قدیر به یک معنا زنده نگه داشتن اسلام است. مسئله فقط مسئله شیعه و معتقدین به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین حقیقت قدیر را درست تبیین کنیم، هم خودمون درک کنیم هم به دیگران معرفی کنیم، میتواند خود مسئله قدیر وحدت آفرین باشد،
بحث اعتقاد قلبی و اتصال یک نهله دینی و مذهبی به یک اصل اعتقادی یک بحث است، شناخت مسئله بحث دیگری است. اسلام عالی ترین مسئله در باب تشکیل جامعه اسلامی و نظام اسلامی و دنیای اسلامی را در مسئله غدیر متجلی کرده است. امیدواریم که ما به معنای واقعی کلمه به دنبال مفهوم و مضمون و معنای حقیقی غدیر و ولایت باشیم، که این رو شما جوانها باید در ذهنتون داشته باشید و انشاءالله در طول زندگی دنبال کنید. در مورد مسئله 13 آبان که در ادبیات نظام اسلامی ما به عنوان مبارزه با استکبار نام گرفته است، حرفهای گفتنی بسیار است. مسئله فقط این نیست که ما یک خاطره تاریخی رو میخواهیم زنده نگه داریم یا به اون افتخار کنیم. مضامینی در دل این مسئله وجود دارد. خب شما میدانید 13 آبان حامل سه حادثه تاریخی است: تبعید امام در سال 43، کشتار دانش آموزان نوجوان در سال 57، و سرانجام تسخیر لانه جاسوسی در سال 58. در هر سه حادثه یک طرف ملت ایران است، احساسات مردم است، مظهر مبارزه یعنی امام بزرگوار است و مردم ایران، یک طرف قضیه هم دولت مستکبر آمریکاست. خب یک مبارزه‌ای بنابراین بین نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و ملت ایران با این اعتقاد از یک طرف و دولت مردان آمریکا و حکومت مستکبر آمریکا از یک طرف در جریان است. این مبارزه از کی شروع شد؟ اینو شما جوانها با نگاه تاریخی به مسائل کشور باید روش تأمل کنید. دو نکته اساسی در اینجا وجود دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. یکی این که این مبارزه از کجا شروع شد و چه مراحلی رو طی کرد و به کجا رسید. دوم این که نتیجه این مبارزه چی شد. بالاخره دو گروه، دو دسته، دو انسان وقتی با هم مبارزه میکنن، یکی بایستی پیروز باشد، یکی باید شکست بخورد. نتیجه چی شد؟ کی پیروز شد؟ کی شکست خورد در این مبارزه طولانی؟ در مورد سوال اول که مبارزه از کی شروع شد، مبارزه از قبل از سال 43 شروع شد، یعنی از سال 32 با کودتای 28 مرداد که به وسیله آمریکایی‌ها در ایران انجام گرفت و حکومت دکتر مصدق رو سرنگون کرد، مبارزه از اینجا شروع شد. رسماً ماموران آمریکایی که اسم و رسم و نام و خصوصیاتشون کاملاً مشخصه، همه می‌شناسن، کتاب‌ها نوشته شده، آمدن ایران با چمدان‌های پر از دلار، الوات و اوباش و اراذل و بعضی از سیاستمداران خودفروخته رو تطمیع کردند و کودتای 28 مرداد سال 32 رو در اینجا راه انداختند، حکومت مصدق را سرنگون کردند. جالب این است که بدانید حکومت مصدق که به وسیله آمریکایی‌ها سرنگون شد، هیچ گونه خصومتی با آمریکایی‌ها نداشت. او در مقابله با انگلیس‌ها ایستاده بود و به آمریکایی‌ها اعتماد کرده بود، امیدوار بود که آمریکایی‌ها به او کمک کنند. با اونها روابط دوستانه‌ای داشت، به اونها اظهار علاقه می‌کرد، شاید اظهار کوچکی می‌کرد،
با این دولت آمریکایی ها این کار رو کردند. اینجور نبود که دولتی که در تهران سر کار است یک دولت ضد آمریکایی باشه، نه، دوست بود با اونها، اما منافع استکباری اقتضا کرد با انگلیس ها هم دست شدن، پولها رو برداشتن آوردن اینجا. عنصر اصلی کودتا در تهران یک فرد آمریکایی بود، اسمش هم معلومه، شخصش هم مشخصه، بنده هم کاملا اطلاع دارم، تو کتاب هم نوشتن. بعد که کودتا رو به ثمر رسوندند و شاه رو که فرار کرده بود برگردوندن اینجا، شدن همه کاره کشور، یعنی زمام اختیار کشور رو در دست گرفتن. تقریبا 10 سال از این قضیه گذشت، حادثه قیام مردم در 15 خرداد و انقلاب اسلامی و مبارزات اسلامی و نهضت اسلامی پیش آمد. یعنی اینها 10 سال فشار آوردن، کتک زدن، زندان کردن، اعدام کردن، هر کار خواستن در این کشور کردن، بالاخره یک انفجاری در 10 سال بعد از این قضیه اتفاق افتاد، در سال 42، در خرداد 42. اینجا هم طرف قضیه، اگرچه که حکومت ظالم طاغوت و حکومت پهلوی بود، اما پشت سر این حکومت آمریکایی ها قرار داشتن، اونا بودن که او رو تقویت میکردن و به وسیله او بر همه امور کشور ما مسلط شده بودن. این مبارزه ادامه پیدا کرد تا سال 43. ناگزیر شدن آمریکایی ها مستقیما داخل مسائل بشن، امام بزرگوار رو در سال 43 تبعید کردن. اینجا هم به حسب ظاهر اونها توانستند حرف خودشون رو به کرسی بنشونن، یعنی پیش ببرن، ملت ایران رو به خیال خودشون مغلوب کنن، اما ملت ایران مغلوب نشد. بعد از سال 43 که حکومت مطلقه محمد رضای پهلوی در کشور هزاران فاجعه آفرید به پشتیبانی آمریکایی ها، آمریکایی ها هم هر چه توانستند به غارت و چپاول و توسعه طلبی و تجاوز در ایران ادامه دادن. 10,000 مستشارشون در ایران بردن، خوردن، پول گرفتن، شکنجه تعلیم دادن، هزاران جنایت در ایران کردن. بالاخره در سال 56 و دنبالش سال 57 این حرکت عظیم ملت ایران شروع شد به رهبری امام بزرگوار. این مبارزه دیگه مبارزه‌ای نبود این دفعه که امید پیروزی برای دشمن وجود داشته باشد. ملت ایستاد، فداکاری کرد، مردانش، زنانش، حتی دانش آموزانش در خیابانها کشته شدند، ایستاد، مقاومت کرد و در سال 1357 ملت ایران پیروز شد. یعنی در این مبارزه طولانی از سال 32 تا سال 57، در طول مدت 25 سال مبارزه، بالاخره اونی که پیروز میدان شد ملت ایران بود. انقلاب اسلامی پیروز شد، حکومت متکی با آمریکا سرنگون شد، حکومت پادشاهی طولانی مدت استبدادی خبیث فاسد وابسته نابود شد و حکومت ملت ایران، حکومت انقلاب و نظام اسلامی بر سر کار آمد. خب از روز اول آمریکایی‌ها شروع کردن به معارضه، به اخلال در کارها. مرکز اخلال و مرکز همه توطئه ها هم همین لانه جاسوسی، یعنی سفارت آمریکا در تهران بود. ارتباط بگیرن، تهدید کنن، تطمیع کنن، قرار مدار بگذارن، انسان های ضعیف رو به خودشون جذب کنن،
برای اینکه شاید بتوانند کاری انجام بدن. لکن در 13 آبان سال 58 دانشجوها به عنوان زبده‌ترین قشر مبارز ملت ایران حرکت تسخیر لانه جاسوسی رو انجام دادن. یک بار دیگر آمریکا در توطئه‌های خود در مقابل ملت ایران شکست خورد. سلسله شکست‌های آمریکا ادامه پیدا کرد. در طول این 33 سال، یعنی از سال 57 تا امروز، نزدیک 34 سال زمان، آمریکا به طور دائم در حال اخلال کردن است برای اینکه شکست سال 57 را جبران بکنه. به طور دائم این شکست آمریکا فقط در ایران نبود که بگیم یک رژیم وابسته با آمریکا در ایران از بین رفت و آمریکایی‌ها رو بیرون کردن، دستشون رو قطع کردن. این شکست آمریکا در منطقه بود. امروز این شکست رو مردم می‌بینن. حوادث مصر، حوادث تونس، حوادث شمال آفریقا، حوادث این منطقه عظیم عربی، نفرتی که ملت‌ها نسبت به آمریکا پیدا کردن، اینا رو امروز همه دارن مشاهده می‌کنن. اون روز کسی نمی‌توانست با دقت از آحاد مردم این رو ببینه، اما تئوریسین‌های سیاسی آمریکایی می‌فهمیدن که این انقلاب اگر بماند، اگر ریشه بدواند، اگر از خود بار و برگ صحیح و چشمگیری نشان بده، این حوادث پیش خواهد آمد. لذا هر چه در توان داشتند علیه انقلاب به کار بردند تا امروز. خب حالا بعد از این مدت مبارزه کی پیروز شده در این میدان؟ خیلی مسئله مهمی است. یک مبارزه ای از سال 32 که حالا نزدیک سال 92 هستیم، یعنی در طول حدود 60 سال یک مبارزه بین ملت ایران از یک طرف و دولت مستکبر آمریکا از یک طرف به راه افتاده، این چیز کوچکی نیست. این خیلی حادثه مهمی است. کی پیروز این میدان است تا امروز؟ این در غور تأمله. وقتی انسان بفهمد که در اینجا اون که پیروز شده است اراده و تصمیم قاطع یک ملت همراه با ایمان و توکل به خداست، وقتی این رو ما فهمیدیم، این درسی می شود برای همه ملت ها. این یک اصلی می شود در همه تحولات تاریخی. فلسفه جدید تاریخ مبتنی بر اصول اسلامی با نگاه کردن به این حادثه به بار می نشیند، تدوین می شود، مورد قبول همه قرار می گیره و این واقعیت اتفاق افتاده است. یعنی ملت ایران در تمام این مدت و تا امروز پیروز این میدان عظیمه. به چه دلیل؟ به طرف ایران نگاه کنید، دلیلش این است که اینا میخواستن انقلاب را از بین ببرند، انقلاب موند. انقلاب نه فقط موند بلکه روز به روز قوی‌تر شد. امروز نسل جوان ما که در زمان انقلاب نبوده است، در دوره جنگ تحمیلی نبوده است، امام را ندیده است، با همون انگیزه، با همون عزم و تصمیمی درس میخواند، کار میکند، زندگی میکند، نفس میکشد که جوان دوران انقلاب با اون عزم و تصمیم انقلاب رو به وجود آورد. اینها نشانه های بارز زنده بودن انقلاب است. علاوه بر همه اینها نظام اسلامی رو ملاحظه کنید.
نظام اسلامی استحکام پیدا کرد، ریشه دوانید، حرف خودش رو منتقل به دنیا کرد، ملت‌ها رو در مقابل عظمت خود وادار به اذعان و اعتراف کرد، خود رو در چشم ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان بزرگ کرد. امام بزرگوار ما در چشم دشمنان خود حتی یک شخصیت عظیم و عالی رتبه است. ملت ایران به عنوان یک ملت پولادین، یک ملت مقاوم، یک ملت مؤمن، یک ملت با بصیرت در دنیا معرفی شده است و در کشور نظام اسلامی توانسته کشور رو متحول کنه. ایرانی که امروز شما میبینید ایران دوران قبل از انقلاب نیست. ایران دوران قبل از انقلاب یک کشور عقب مونده بود، یک کشور فراموش شده بود، یک ملت بی ابتکار بود. با این همه استعداد، با این همه مواریث تاریخی، با این فرهنگ غنی، این ملت هیچ بروز و ظهوری نه در صحنه علم دنیا داشت، نه در صحنه سیاست دنیا داشت، نه در صحنه فناوری دنیا داشت، نه حرف نوی برای دنیا داشت، نه ابتکاری در زمینه مسائل منطقه و مسائل دنیا داشت. تابع محض بود. در داخل کشور به جز یک مناطق معدودی که مورد توجه مسئولان رژیم و سردمداران رژیم بود، بقیه مناطق کشور دچار ویرانی، دچار ناآبادانی. امروز از یک گوشه کشور یک خبر نابسامان میرسه، همه حساس میشن. اون روز اغلب نقاط کشور اونجوری بود، نابسامان بود، مردم زندگی نداشتن، آب نداشتن، برق نداشتن، جاده نداشتن، از وسایل زندگی برخوردار نبودن. با حسرت، اونایی که می دانستن با حسرت، بسیاری هم نمی دانستن چه خبره اصلا، در نکبت زندگی می کردن. ایران امروز این پیشرفت ها، این کارها، این ابتکارات، این بروز جوانها در میدان علم و سازندگی و حضور قوی در همه بخش ها، این حرفا اون زمان وجود نداشت. کشور پیش رفته، این پیروزی است. انقلاب زنده موند، نظام روز به روز بارورتر و ریشه دارتر شد، ملت روز به روز آگاهیش بیشتر شد. اون مقداری که شما امروز، شما جوانهای دبیرستانی و نوجوانهای دوران تحصیل از مسائل دنیا میفهمید، سرتون میشه، تحلیل میکنید، اون روز خیلی از روشنفکرها این مقدار نمیفهمیدن، این مقدار براشون قابل فهم نبود. امروز بصیرت و آگاهی و تحلیل سیاسی و عمق در مسائل در کشور همگانی شده. پیش رفتیم ما در زمینه مادی، پیش رفتیم در زمینه معنوی، پیش رفتیم. این توجهات معنوی، این حضور در عرصه‌های معنوی، دعای عرفه ببینید در این هفته گذشته چه خبر بود در سر تا سر کشور. کیا بودن تو دعای عرفه؟ همه جوان. ایام اعتکاف یه جور، ماه رمضان یه جور، ایام محرم یه جور، عزاداری یه جور، شادی یک جور. در عرصه‌های مذهبی، اون عرصه علم، این عرصه مذهب، اون عرصه سیاست و بصیرت، کشور به رغم دشمن از همه ابعاد پیشرفت کرد، آباد شد. کشوری که قرنهای متمادی به حکومت فردی عادت کرده بود، به حکومت استبدادی عادت کرده بود، یکی از بهترین مردم سالاری ها در این کشور رشد پیدا کرد. در حضور انتخابات، در حضور مسائل عمومی و مشارکت های عمومی، این طرف که مسئله ملت ایرانه، این همون انقلابی است که آمریکایی‌ها می‌خواستن نباشه، می‌خواستن نابود بشه، می‌خواستن ضعیف بشه، به خودشون وعده می‌دادن تا چند ماه دیگه از بین خواهد رفت. به این نوکرهای
مستبد منطقه ایشون هی دلخوشی میدادن که تا چند وقت دیگه صبر کنید انقلاب از بین میره، نابود میشه. روز به روز به حمدالله رشد کرده. این این طرف قضیه است. اون طرف قضیه اون طرف قضیه دولت مردان آمریکا هستند، دولت مستکبر آمریکاست. هیچ کس نیست در دنیا که شک داشته باشد در این که آمریکا در این 30 سال بیش از 30 رتبه از لحاظ اقتدار و وجاهت جهانی سقوط کرده. همه این رو میبینن و میدانن. خود آمریکایی ها هم به همین اقرار میکنن. همین سیاستمداران قدیمی کهنه‌کار آمریکایی، دولت‌های فعلی و دولت مردان و باید گفت دولت مردان و دولت زنان فعلی رو مسخره می‌کنن که شما آمریکا رو از اونجا رسوندید به اینجا. راستم میگن آمریکا سقوط کرده. امروز هیچ دولتی در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیست. اگر امروز دولت‌های منطقه ما و دولت‌های دیگر جرأت کنند یک روزی رو به عنوان روز براءت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند، به مردم بگن در این روز بیایید راهپیمایی کنید، بزرگترین راهپیمایی تاریخ در دنیا اتفاق خواهد افتاد. این از موقعیت آبرویی آمریکا، از لحاظ موقعیت منطقی و فکری آمریکا. بالاخره یک دولت، یک ملت متکی است به اون فکر و منطقی که ارائه می‌دهد. ملت‌ها فقط با پول که در دنیا اعتبار پیدا نمی‌کنند، باید فکر و منطقی وجود داشته باشه. آمریکایی‌ها می‌گفتند ما یک اصولی داریم، به قول خودشون ارزش‌هایی داریم، ارزش‌های آمریکایی. اینا رو در دنیا هی سر صدا می‌کردن. نگاه کنید امروز ببینید وضعیت ارزش‌های آمریکایی به کجا رسیده. ادعا می‌کردن با تروریست مخالفیم، امروز با تروریست‌ها هم پیمان میشن در منطقه ما و در بسیار از نقاط دنیا. با تروریست‌ها میرن میشینن، قرارمدار میذارن، پول میدن، اسلحه میدن که برن کارهای تروریستی انجام بدن. گروه منافقین را که خودشون اعتراف کردن به ترور هزاران نفر در کشور زیر چتر حمایت قرار میدن، به قول خودشون از لیست سیاه خودشون خارج میکنن. این مسئله تروریست. ادعا میکنن طرفدار دموکراسی ان، میگن ما دنبال مردم سالاری و دموکراسی و حق رأی مردم هستیم. از مستبدترین و دیکتاتورترین حکام دنیا و منطقه با همه وجود دارن حمایت میکنن. این همه دارن میبینن، این که دیگه پوشیده نیست. سقوط ارزش ها اینها. دولتی مدعی است که طرفدار حقوق بشر است، طرفدار دموکراسی است، در این حال بیشترین حمایت او، بیشترین کمک او به دولت‌هایی است که از دموکراسی بویی نبردند. این هم یک. ادعا می‌کنند طرفدار حقوق بشرند،
یکی از ارزش‌های آمریکایی که این روش سر صدا می‌کردن اینه دیگه. میگن ما طرفدار حقوق بشر هستیم، پرچم حقوق بشر رو اینا در دست گرفتن. بدترین کارهای ضد حقوق بشری داره زیر چتر حمایت آمریکا اتفاق میفته و انجام میگیره و اینها نه فقط مقابله نمیکنن، حمایت میکنن. 65 سال است که حقوق ملت فلسطین داره به طور علنی و آشکار به وسیله این بیارها و الواتهای صهیونیست در فلسطین اشغالی پامال میشه. اینا نه فقط هیچ اخم نمی کنن، حتی اخم هم نمی کنن، بلکه حمایت هم می کنن، کمک هم می کنن. ادعا می کنن ما طرفدار ملت ها هستیم. هر جایی که ملت ها یک حرکت آزادی خواهانه ای، اصلاح طلبانه ای، حرکت انقلابی ای انجام بدن بر علیه بدی، اینا مقابل ملت ها، نقطه مقابل ملت ها می ایستن. در همه دنیا مشاهده کنید. ادعا میکنن که ثروتمندترین ملت دنیا و دولت دنیا هستند. البته کشور آمریکا کشور ثروتمندی است، امکانات طبیعی، زیرزمینی، روی زمینی، همه چی داره. اما اینها کار ملت آمریکا رو به جایی رسوندن که امروز مقروضترین دولت دنیا آمریکاست. قروض او، بدهکاری های او به اندازه تولید ناخالص ملی اوست. برای یک کشور از این بدتر و بالاتر فضاحتی نیست. ادعا میکنن طرفدار آزادی هستند. هیچ کشوری در دنیا به قدر آمریکا به نسبت جمعیت زندانی نداره. هیچ کشوری به نسبت جمعیت، نزدیک 300 میلیون جمعیت دارن، نسبت زندانی های اونها به این جمعیت از نسبت زندانی های همه کشورهای دنیا به جمعیتشون بیشتره. دادگاه های فرمایشی، دادگاه های دروغین، البته خب در فیلم های سینمایی و فیلم های تلویزیونی نمایش های گوناگونی میدن، دادگاه با آداب و تشریفات. خب اینا هالیووده، اینا بازی ستاره ها و بازی هنرپیشه هاست، واقعیت غیر از اینه. ادعا می کنن که ملتشون ملت سرفرازی است. امروز ملت خود را، دولت های آمریکا ملت خود را ذلیل کردند، گمراه کردند. همونطور که قرآن درباره فرعون میفرماید و اضل قومه و ما هدا، مردم خودشون رو گمراه کردن، نمیذارن از حقایق مطلع بشن. اینی که شما میبینید این حرکت 99% و حرکت ضد وال استریت که در آمریکا را افتاده، این با توجه به این است که از بسیاری از حقایق مردم آمریکا مطلع نیستند. اگه مطلع باشن این حرکت شاید 10 برابر شدیدتر بشه. مردم خودشون رو در اسارت صهیونیست ها قرار دادن. این ننگ نیست برای یک دولت که نامزدهای ریاست جمهوریش در مبارزات و مباحثات انتخاباتی جوری حرف بزنن که دل صهیونیست‌ها رو شاد کنن، نوکری خودشون و اطاعت خودشون از اونها رو اثبات کنن. اینی که شما می‌بینید در این مجادلات انتخاباتی که این دوتا نامزد فعلی آمریکا دارن، هر کدومی سعی می‌کنن بیشتر نسبت به جامعه یهود فلسطینی و جامعه صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارهای اسرائیلی اظهار اطاعت بکنن، این برای خاطر این است که اسیر اونهان. ملت خودشون را، دولت مردانی با یه چنین کشور بزرگی، با یه چنین پیشرفت علمی، ملت خودشون را اسیر کردن، اسیر یک مش صهیونیست. اینا همش عقب رفته.
نتیجه این عقب رفت ها چیست؟ نتیجه عقب رفت ها این است که در دنیا آبرو ندارن، روز به روز دامنه نفوذ اونها در دنیا محدودتر می شود، در جنگ های عمده شکست می خورن، در عراق به مقصود خودشون نرسیدن و شکست خوردن، در افغانستان همینجور، در جنگ علیه مقاومت در لبنان که صهیونیست های متصل به اونها را انداختن همینجور، در مقابله با ملت های شمال آفریقا همینجور، در همه جا شکست خوردن. در یک جمله، در یک جمله کوتاه با این تفاصیلی که عرض شد، که البته خیلی حرف تو این زمینه ها هست بخواد انسان همه جوانب قضیه رو بگه شاید ساعت ها به طول میانجامه، نتیجه این است که قدرت آمریکا، دولت آمریکا، استکبار آمریکا که در مقابل ملت ایران قرار گرفته بود و این مبارزه طولانی رو از سال 32 با ملت ایران شروع کرده بود که امسال سال 91 است، در این مبارزه اونی که شکست خورده همون دولت مستکبر متکبر خود بزرگ بین آمریکاست، و اونی که پیروز شده ملت سرفراز مصمم مقتدر ایرانه. خب نتیجه چی؟ نمیخوایم که رجز بخونیم فقط، حماسه سرایی که نمیخوایم بکنیم، میخوایم یاد بگیریم، میخوایم درس بگیریم، میخوایم از حقایق عالم و واقعیات عالم به برکت هدایت اسلامی راهمون رو پیدا کنیم. درس اینه که وقتی یک ملتی عازم و مصمم ایستاد، ولو اون ملت پول به قدر حریف ندارد، سلاح به قدر حریف ندارد، پیشرفت علمی به قدر حریف نداشته است، جمعیتش نسبت به حریف کمه، رسانه یک صدم حریف نداره، یک ملت با این کمبودها وقتی می ایستد، مقاومت می کند، از درون می جوشد، به خدای بزرگ اتکال می کند، در میدان مبارزه از جان و مال و آبرو و ایستادگی مطلق و دریغ نمی کنه، این ملت در بزرگترین مبارزات، سختترین مبارزات، این ملت پیروز خواهد شد. این نتیجه است. این شد درس. چالش های ما با استکبار جهانی تمام که نشده است، تمام هم نخواهد شد، عیبی هم نداره. چالش، زورآزمایی، ورزش برای یک ملت است، او رو روز به روز قوی تر میکنه. ما قوی میشیم با این چالش ها. خب لکن باید مراقب بود، فهمید که چالش هست، فهمید که حریف چه کار میخواد بکند، فهمید که راه مقابله با حریف چیست. اگر اینا رو نفهمیدیم، اگر دچار نفهمی شدیم، اگر دچار راحت طلبی شدیم، اگر از بینات و واضحات غفلت کردیم، شکست می‌خوریم. خدا که با کسی خویشاوندی ندارد. اگر ایستادید، متکی به خدا و دین خدا همچنانی که تا امروز ایستادید، قطعا پیروز میشید. اما اگر ما نایستیم،
اگر به شرایط لازم یک مبارزه با این عظمت توجه نکنیم، خب معلومه خدای متعال که به ملت‌های تنبل، به ملت‌های سرگرم مسائل حقیر توجهی نمی‌کنه. لطف خدا، عنایت خدا، پشتیبانی خدا شامل ملت‌هایی میشه که بیستن، بفهمن، بصیرت داشته باشن، تشخیص بدن، حرکت کنن. اینه. یکی از کارهای اساسی ما همین حفظ این اراده و عزم معطوف به اطاعت از پروردگار عالمه. این شرط اول. یکیش اتحاد ماست، یکیش تلاش ماست. یکی باید تلاش بکنه درس بخونه، یکی باید تلاش کنه تحقیق کنه، یکی باید تلاش کنه سازندگی کنه، یکی باید تلاش اداری بکنه، یکی باید تلاش تجاری بکنه، یکی باید تلاش کنه برای اینکه راههایی پیدا کنه به طور منظم و مرتب برای پیشرفت کشور. هر کسی نوعی تلاش داره، همه باید تلاش کنه. وقتی همه تلاش کردن، همه کار کردن، شکوفایی سریعتر می شود، پیشرفت بیشتر می شود، پیروزی قطعیتر می شود. یکی از راه‌ها ایجاد وحدت است. وحدت، اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر، هم بدتر از اون کشندن اختلاف میان مردم مضر. اینه من هشدار میدم به مسئولین، به رؤسای محترم. من از این رؤسای قوا حمایت کردم، بازم حمایت میکنم، مسئولن، باید کمکشون کرد، اما هشدار میدم بهشون مراقب باشن. نه اینکه این نامنگاری ها خیلی مهم باشه، نه، 100 تا نامه بنویسن، کار خودشون رو بکنن، اختلافات رو به میان مردم نکشانن، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنن. 100 تا نامه بنویسن، نامه اهمیتی نداره. مهم این است که همه ما بدانیم مسئولیتی داریم، همه ما بدانیم موقعیت حساسی داریم. امروز دشمن به خاطر حوادث شمال آفریقا، به خاطر پیشرفت ایران، پیشرفت علمی، حالا اونا میگن پیشرفت هسته‌ای لکن دروغ میگن، عمده مشکل اونا پیشرفت علمی شما هاست. به خاطر این پیشرفت ها، به خاطر تأثیری که ملت ایران بر روی ملت های دیگر گذاشته است، این بیداری اسلامی که پیدا شده، دشمن ناراحته، عصبانی است. دشمن احساس شکست میکنه، احساس ناکامی میکنه، ناراحته. حالا البته جستی که آمریکایی‌ها میگیرن جست پیروزه. همین دولت مردان و دولت زنان آمریکا جستی که میگیرن در دنیا جست پیروزه که بله ما چنین و چنان، لکن خودشون هم میدونن، دیگران هم میدونن. محافل سیاسی دنیا، محافل مطبوعاتی دنیا میدونن قضیه چه خبر است، میفهمن که آمریکا، دولت آمریکا تو این درگیری، تو این مبارزه کلان، تو این حوادث شکست خورده. خب ناراحتن، هی دنبال اینن که یک کاری پیدا کنن. یکی از کارهای مهم اونا این است که با روش‌های موذیانه و موریانه‌وار بین ما اختلاف بیندازن. این جزء کارهای رایج اینهاست. این کار را از قدیم انجام میدادن. البته متبحر و کارشناس کامل این کار انگلیسی‌های خبیثن، اونا تو این زمینه از همه کارشناس‌ترن در ایجاد اختلاف. آمریکایی‌ها پیش اونا شاگردی می‌کنن، یاد می‌گیرن از اونها.
راه ایجاد اختلاف از راه‌های نفوذ مثل موش‌های دوز، مثل موریانه وارد شدن و نفوذ کردن و اینا جزء کارهای متعارف اونهاست. ما باید حواسمون جمع باشه، اختلافات به حد اقل باید برسد. البته اختلاف نظر فراوان، هیچ اشکالی هم نداره، دو نفر مسئولن رفیقن اختلاف نظر هم دارن، همیشه هم بوده. اما اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل، به اختلاف در برخوردهای گوناگون، به اختلاف علنی، به گریبانگیری، به مچگیری در مقابل چشم مردم منتهی بشه، چون اون اختلافات انقدر اهمیت ندارد. یه وقتی چیزای مهمیست، خب مردم باید مطلع بشن، اما این اختلافاتی که انسان میبینه بین این حضرات هست، این چیزایی نیستش که انقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون اینها رو ما بزرگ کنیم، جلو چشم مردم نگه داریم، اهمیت بدیم به اینا. اهمیتی نداره، علنی نباید کرد، اختلافات رو به مردم نباید کشون، احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف نباید تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعا خیانت به کشور کرده. خوشبختانه مسئولین کشور مسئولین زحمتکشی هستند، دلسوزی هستند، میخوان کار کنن برای کشور. گاهی البته غفلت‌هایی ممکنه انجام بگیره، اما نیت‌هایی است برای کار انشاءالله، و امیدواریم انشاءالله خدای متعال بر اساس این نیت‌ها، نیت‌های خوب، به همه اجر بدهد، ملت ایران در همه میدان‌ها موفق کنه، و قطعا انشاءالله خواهد کرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.